هستش که مجددا تذکر بدم ما اولین برنامهمون امروز سخنرانی شهلا طالبی هستش با عنوان بچه های خشونت و سرکوب های سیاسی دوست از ایمون شهلا حدودا چهل دقیقه سخنرانی داره و بعد از اون ما یه چیزی حدود دو ساعت میزگرد و بحث سیاسی, در بحث سیاسی اجتماعی در این مورد داریم به با... یعنی جزء این بحث یه بخشی هم در نظر گرفته شده که شما دوستان عزیز سوالای خودتون رو با شهلا و دوستان دیگری که در میزگر شرکت میکنن مطرح کنید. بعد از که من چند نکته رو توضیح دادم شهلا میاد و سخنرانیش رو شروع میکنه. به من یادآوری کردن که من این مسئله رو مجددا با شما در میون بذارم. لطف کنید هندیاتون حتما خاموش کنید. مسئله دیگه این که لطفاً موقع اجرای برنامه دیروز متاسفانه خیلی دوستان عزیز این وسط رفت آمد میکردن لطف کنید از وسط سالن رفت آمد نکنید چون هم تمرکز سخنرانا به هم میخوره نه الان اونجا بشین لطفا هم بچه که فنی هستن دچار مشکل میشن مسئله دیگه ای که به من گفتم با شما مطرح کنم به قرص فشار خون قرص فشار خون مورد نیاز می باشد اگر کسی این قرص رو داره لطفا به بچه های اون سمت مراجعه کنه و در اختیار اون بچه ها قرار بده خب میتونیم بریم با بچه های اونجا پشت میز که از بچه من بهتون میگم که ازش بریم باهاش صحبت کنید بچه این قرص مورد نیاز من گفتم به من گفتن که اعلام کن اگر کسی همراهش داره در اختیار بچه های دیگه قرار بده ما دیروز متاسفانه این کارو نکردیم ولی به من باز یادآور شدن که به در بزرگ داشته تمام جانباختگان دوران حیات ننگین جمهوری اسلامی یک دقیقه دست بزنیم برخیزیم و دست بزنیم ممنون دوستان عزیز شهلا طالبی میاد روی صحنه و برای ما در مورد خشونت و بچه های, سی... ب... بچه های خشونت و سرکوب های سیاسی صحبت میکنه شهلا جان <تصح> سلام و صبح خیر بر همه شما که میدونم سخت صبح زود بیدار شدن همه شبت من خوابیدین خوابیدین امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کنیم و روز خوبی رو با هم داشته باشیم فکر میکنم که این اینجور که شنیدم مستقیمم داره پخش میشه اینه که دلم میخواد که در عین حال سلامم بکنم به همه هموطنان عزیزمون که در واقع صدای منو الان میشنون و همه غیر هموطنهایی که ممکنه امروز صدای ما رو بشنون صحبت من همونطور که گفتن راجب خشونت و جوانانه ولی به طور خاص من روی مسئله خشونت و تاثیر اون و ضربه های روحی روانی و به طور خاص تراما و اثرش روی زبان هست و رابطه زبان رو در این حال امیدوارم که بتونم با مبارزات سیاسی در واقع نشون بدم امروز اگه بتونم روش به اونجور که دلم میخواد صحبت بکنم من من صحبتم رو نمیخوام از روی کاغذ بخونم ولی سعی میکنم که یه به اصطلاح ارتباط هماهنگی برقرار بکنم بین قسمت های مختلف صحبتم قبل از هر چیز در واقع من نمیرم رو بحث اکادمیک یا به اون مفهوم بخوام این مفهوم ها رو در واقع باز بکنم مطمئنم همه شمایی که اینجا نشستید این بحثا رو میشناسید میدونید همه ما میدونیم که ما به خصوص در جامعه ایران حالا متاسفانه در سطح دنیا با خشونت های واقعا غیر قابل تصوری روبرو بودیم در تمام تاریخ بشر ولی به طور خاص امروزه در جهان خشونت در ابعاد و اندازه ها و اشکال و شیوه های واقعا غیر قابل تصوری در واقع داره تحقق پیدا میکنه متاسفانه و هر روز اشکال تازه تری هم به خودش میگیره چیزی که در کنارش اتفاق میافته مبارزه دائمه بر علیه این اشکال خشونت هست که در واقع ما رو یه جوری ام امیدوار نگه می داره گرچه که این امیدواری یک امیدواریه که بعضی وقتا در واقع واقعا حالت چیزی که امریکایی ها بهش میگن دسپیر نمیدونم شما در واقع امیدواریه که لزوما به مفهوم امیدی که به سادگی به دست میاد نه ولی از سر در واقع ناگذیری این امیدیه که ما باید داشته باشیم که به این شیوه نمیتونیم زندگی رو ادامه بدیم و باید شیوه دیگه ای رو و دنیای دیگه ای رو امکانش رو تحققش رو ببینیم ممکن ببینیم بحث تراما یا بحث ضربه های روحی روانی ناشی از خشونت همونطور که گفتم بحث تازه ای نیست توی دنیای مدرن البته توی غرب به طور خاص به خصوص بعد, بعد از جنگ جهانی دوم و جریان به اصطلاح هولوکاست یا سرکوب البته همیشه متاسفانه به عنوان سرکوب فقط جامعه یهودی در واقع شناخته شده ولی در واقع همه ما میدونیم که این سرکوب اساسا از سرکوب کمونیست ها شروع شد و بعد به سرکوب تمام به کسایی که به عنوان معلولین جامعه شناخته می شدن ذهنی به اصطلاح و حتی کسایی که از ذره فیزیکی از ذره بدنی دفرمه حساب می شدن در واقع همه اینا اتفاق افتاد و بعد به به یهودی ها در واقع بست پیدا کرد من مسکه مقدار تونت حرف میزنم ببخشید مجبورم یکم لحظه ای رو مکس کنم چون باید بشه همزمان ترجمه بشه بنابراین توی بحث از اونجا شروع شد و همونطور که میدونید توی آمریکا جنگ ویتنام در واقع نقطه عطف ادبیات راجب تراما بود نقطه عطف ادبیات تراما بر اینکه سربازان امریکایی وقتی برمیگشتند واقعا فقط به اصطلاح ضربه های روحی روانی خودشون نبود که تر بود بلکه اینها باز میگشتن و یه خشونت دیگه ای رو با خودشون توی جامعه می آوردن خشونتی که می اومد به درون خانواده خشونتی که می آمد به درون جامعه بنابراین اشکال خشونت فقط در جنگ و کشتن انسانهای دیگه و به اصطلاح همونطور که خودتون می دونید مثلا درو کردن یک روستا یا انداختن بمب ها که سنگین بودن و نمی به اصطلاح با خودشون هم کنن و میریختن سر مردم و برمیگشتن نبود این برگشتن از دست دادن خود این آدما و تاثیر اون توی آدمایی بود که توی اون جامعه زندگی میکردن از همسراشون بچه هاشون تا آدم های دیگه بنابراین بحث تراما بحث خیلی جدی شد رابطه این بحث و تراما که من به کار برم چون هی نمیخوام تکرار کنم آسیب روحی روانی غیره که یه مقداری کل این قضیه رو نمیگیره به اصطلاح اتفاقی که میافتاد این بود که دو شکل در واقع مطرح میشد یک این که تجربه تراما در لحظه تجربه نمیشه در لحظه فهمیده نمیشه در لحظه درک نمیشه آنچنان تجربه شوکاوریه که میدونم مطمئنا شما همه کلمه تراما رو از جایی که شروع شد و مطرح شد رو میشناسین شما که تو آلمانین حتما بهتر میدونین فروید در واقع این مفهوم رو اولین بار ترک کرد بر اساس تصادفی که مثلا فرض کنید یک نفر تو قطار تصادفی میکنه خود این آدم ممکنه دچار ضربه مشخص جسمی ظاهرا نشه اون لحظه است.